آخرین خبر از وضعیت 13 پناهجوی ایرانی که در مرز بلاروس و لیتوانی گم شده بودند، نشان از دستگیری آنها توسط پلیس لیتوانی دارد. با این حال، همچنان اطلاع دقیقی از موقعیت و شرایط آنها در دسترس نیست. این پناهجویان 2 هفته پیش به صورت قانونی وارد بلاروس شدند و قرار بود به صورت زمینی و از مرز لهستان به سمت آلمان حرکت کنند. اما در مرز لهستان با ممانعت نیروهای مرزی این کشور روبرو شدند. این 13 نفر تصمیم گرفتند از مرز لیتوانی اقدام کنند، اما لیتوانی هم به آنها اجازه ورود نداد. آنها حدود 6 روز بدون آب و غذا در این منطقه جنگلی مرزی رها شده و با خشونت پلیس مرزی روبرو بودند. این نقطه سرمایه سختی دارد و جان پناهجویان آواره در مرزها در خطر است. تاکنون گزارش‌های متعددی از برخوردهای غیر انسانی پلیس مرزی بلاروس و لهستان با پناهجویان اعلام شده است. ما وضعیتمون خیلی خرابه، داریم میمیریم. یه جوری نجاتمون بگو، 13 تا ایرانی گیر کردن لب مرز، دارن میمیرن پشت مرز لیتوانی، گیر که بلاروسی ها میزننمون، میفرستن سمت لیتوانی، لیتوانی هم رامون نمیده، بدون آب و غذا تو سرما موندیم. محمد 8 مایل بوده، ما از این 8 مایل 3 مایلش اومدیم تو جنگل، 4 مایلش اومدیم تو جنگل، یه چیز هلوش 3 مایل دیگه هم بعد از تو جنگل بریم. باید خیلی آروم بریم، پلیس اینجا نفهمه. یه شماره فرستاده داریم با شما هنگ میکنیم. خانواده و دوستان این 13 نفر در تماس‌های متعدد با وزارت امور خارجه و کنسولگری ایران در بلاروس برای نجات آنها تلاش کردند. روز گذشته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفت که سفارت ایران در بلاروس مأموریت پیدا کرده که پیگیر وضعیت این پناهجویان باشد. او تأکید کرده ما اطمینان داریم دولت بلاروس در چارچوب روابط دوستانه تهران مینسک همکاری لازم و کافی برای رفع مشکلات این اتباع را خواهد داشت. درگیری میان بلاروس و اتحادیه اروپا وضعیت را برای پناهجویانی که این کشور را برای رسیدن به اروپا انتخاب کرده اند بحرانی کرده. لهستان و بلاروس مرز مشترک دارند و پناهجویان برای رسیدن به اتحادیه اروپا باید از مرز لهستان عبور کنند. اما 3 ماه است که وضعیتی اضطراری در مرزهای مشترک این دو کشور برقرار است و هیچ کس به غیر از شهروندان لهستان حق عبور از مرزهای این کشور را ندارد. لهستان تعداد سربازانش را در مرز بلاروس به حدود 10,000 نفر افزایش داده و به دنبال توقف موج مهاجرتی است که بلاروس را مقصر آن می‌داند. دولت لوکاشنکو تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا است و کمیسیون اروپا و ورشو پایتخت لهستان می‌گویند جریان مهاجران توسط بلاروس تنظیم شده تا به اتحادیه اروپا فشار بیاورد. با این حال بلاروس این موضوع را رد می‌کند. در ماه‌های گذشته هزاران نفر که بیشترشان از خاورمیانه و آفریقا بودند، تلاش کردند از خاک بلاروس وارد لهستان، لیتوانی و لتونی شوند. به همین دلیل پارلمان لهستان تصمیم گرفت بازگرداندن پناهجویان به آن سوی مرزهای اروپا را قانونی کند و قرار است دیواری در این منطقه مرزی بسازد. کشور بلاروس به پناهجویان ویزای توریستی می‌دهد و پناهجویان با استفاده از آن و به کمک قاچاقبرها تلاش می‌کنند از مرز عبور کنند، ولی پلیس مرزی لهستان با برخوردهای خشونت‌آمیز مانع از عبور آنها می‌شود و حتی تقاضای پناهندگی آنها نیز پذیرفته نمی‌شود. جنگ سرد میان بلاروس، لهستان و اتحادیه اروپا زندگی پناهجویان را به خطر انداخته است. طبق گزارش رسانه‌های اروپایی در سال جاری میلادی از ورود 20,000 پناهجو به مرزهای لهستان ممانعت شده است.